شما اگر به مجموعه تعالیم و موعظه های دینی نگاه کنید معمولا حس میکنید اینها غالبا جنبه سلبی دارن، این کار رو نکن، از دنیا ببر، چشمت رو از آرزوها بپوشان، هی دنبال قطع کردنند. مجموعه موعظه ها و دستورات دینی بیشتر این حالت رو دارن. به همین دلیل خیلی ها از دین خوششون نمیاد، توصیه های دینی رو احساس میکنن غالبا سلبی هستن و یک وضعیت تلخی دارن، یک وضعیت تند و سردی دارن. حالا واقعا هم اینطوره؟ واقعا غالب موعظه ها و رویکرد تربیتی دین به سمت قطع کن، ببر، دست بردار، ترک کن هست؟ واقعیت اینه یا این شایع است؟ واقعیتش اینه که آره اینطوریه. پیامبر گرامی اسلام هم انذار میده هم مبشره، جنبه تبشیری داره، بشارت میده، ولی خب در قرآن کریم واضحه که بیشتر رسول خدا منذر خطاب شده و انذار دهنده بودن او مقدم بر بشارت دهنده بودن اوست. چرا اینجوریه؟ به این دلیل که انسان نیاز نداره بهش بگن خوب باش، عاشق شو، وصل کن، واصل شو، عاشقانه زندگی کن. میدونید این توصیه ها مورد نیاز انسان نیست. برای چی؟ برای اینکه انسان عاشق هست، دنبال وصل هست و همه این ویژگی های مثبت رو داره، پیدا نیست، پنهانه در وجود انسان. اگر شما یه مقدار ترک در زندگیت زیاد کنی اونا خود به خود رو میاد. با توصیه عاشق شو، مشتاق باش، با اینجور توصیه ها آدم که عاشق نمیشه که، عشق باید از درون بجوشه. توصیه های کارآمد برای انسان ایناست، ترک کن، چشم بپوش، دست بردار، زبان بدوز و این کلمات رو نگو. در واقع مسیر تربیتی یه مقدار شبیه گشتن دنبال گنج میمونه. باید خاک برداری کنی، اینو بردار، اونو بردار، این سنگو بردار، این سنگو بشکن، این وزنها رو بردار تا برسی به اون گوهر تابناک، یا تا برسی به اون سرچشمه زلال آب. مثل چاه کندن میمونه، بعضی اینقدر با صفان یه مقدار میکنی به آب میرسی، بعضی ها باید چاه عمیق بزنی تا به آب برسی. پس اگر شما میبینید توصیه های دین بیشتر از جنس سلبیه، بیشتر از جنس ترک و نهی هست، بیشتر از جنس انذار هست و میخواد رابطه انسان رو با یک سلسله چیزها قطع بکنه، به جای اینکه توصیه به وصل بکنه، به دلیل اینکه توصیه به وصل نیاز نیست، ما همه عاشقیم، عاشق آفریده شدیم، یه کمی ترک صورت بگیره عشق خودش رو میاد. پس ظاهراً دین ابتدا توصیه هاش سلبیه، یا فراوانتر توصیه های سلبیش، واقعاً دین دنبال عاشق کردن انسانه، منتها با توصیه به عاشق شدن که کسی عاشق نمیشه که، باید این موانع رو برداره، باید از موانع قطع بکنه. انسان نیاز نداره بهش بگن خوب باش، عاشق شو، وصل کن، واصل شو، عاشقانه زندگی کن. برای چی؟ برای اینکه انسان عاشق هست، دنبال وصل هست و همه این ویژگی های مثبت رو داره، پیدا نیست، پنهانه.
در وجود انسان. ما برای یک عشق ابدی، ما برای یک عشق عمیق، ما برای یک عشق رو به افزایش، یک آتشی گرم کننده آفریده شدیم. خب اینو از کجا به دست بیاریم؟ از ترک، از جدا گذاشتن، جدا کردن حساب خودمون، حساب دل خودمون از خیلی چیزها.